یک عضو مجلس آخوندی از زاهدان گفت در استان سیستان و بلوچستان حدود 80% مردم این استان زیر خط فقر قرار دارند. وی به ناتوانی رژیم برای مقابله با این وضعیت اشاره کرد و افزود اغلب روستانشینان و ساکنان حاشیه شهرهای سیستان و بلوچستان زیر خط فقر هستند. مجلس نمیتواند برای خارج شدن مردم از زیر خط فقر کاری انجام دهد. حسین علی شهریاری گفت آماری درباره اینکه چه درصدی از مردم ایران زیر خط فقر هستند نداریم، اما شرایط اقتصادی و زیر خط فقر بودن اکثریت مردم کشور یک واقعیت انکار ناپذیر است. شهریاری افزود کسانی که در تهران زندگی می کنند باید درآمدی معادل 4 میلیون تومان داشته باشند. بسیاری از خانوارهای ایرانی اکنون زیر خط فقر قرار دارند. یک کارگزار رژیم گفت طبق یکی از شاخصهای بین‌المللی ایران افت بسیار زیادی در 2 سال گذشته داشته و از نظر سطح استاندارد جزو 30 الی 40 کشور آخر است. بنابراین خیلی وضع خوبی از نظر استانداردها نداریم. ایران فقط در حوزه توسعه انسانی در حد متوسط است، اما در حوزه‌های دیگر سطح خوبی ندارد. وی با اشاره به افزایش بیکاران گفت بنابراین خانواده ها با تعداد بیکاران بیشتری مواجه می شوند و این امکان برایشان کمتر است که بتوانند میزان درآمد خانوار را بالا ببرند. یک کارگزار رژیم گفت بودجه سال 97 بحران معیشت مردم را تشدید می کند. وی با اشاره به هدف روحانی برای گران کردن بنزین و سایر حامل های انرژی گفت دولت بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که در اختیار دارد گران می‌کند. به نوشته کیهان به گفته این اقتصاددان باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیر مولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیر مولد هاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود. این کارگزار رژیم به یک نمونه از ریخت و پاش‌های روحانی اشاره کرده و می‌نویسد پس از انتشار اخباری مبنی بر ریخت و پاش‌های دولت در مرکز بررسی‌های استراتژیک روشن شد که قرار است در سال آینده 30 نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها 113 میلیون تومان است. معاون آخوند روحانی برای توجیه افزایش قیمت و گرانی حامل‌های انرژی بیکاری جوانان را بهانه کرد و گفت هر خانه 3 بیکار دارد. برای ایجاد شغل باید سوخت را گران کنیم. وی به بیماری مزمن اقتصادی در حاکمیت آخوندی اعتراف کرد و گفت قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمیتوان آن را با دارو درمان کرد، بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد. نوبخت به ورشکستگی رژیم اشاره کرد و گفت 1194 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط میتوانیم 368 هزار میلیارد تومان آن از خزانه دولت برداشت کنیم. وی به دزدی از صندوق توسعه نیز اشاره کرد و گفت با این کسری بودجه مجبور شدیم 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم. معاون روحانی چشمانداز افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را مشخص کرد و گفت قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمتگذاری حامل‌های انرژی در کشور است برای بنزین حدود 2200 تومان است که با قیمت کنونی بنزین 1200 تومان ارزان‌تر است و حتی قیمت بنزین و گازوئیل در ایران بسیار ارزان‌تر از افغانستان است. آخوند احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه خبرگان ارتجا در مصاحبه با تلویزیون رژیم به تنفر از ولایت فقیه فراتر از نفرت عمومی از آخوندها اعتراف کرد. شما یه جا حرفی زدید گفتید در 27 سال گذشته بنزه تمام تاریخ به روحانیت حتاکی شده.
واقعا اینو اعتقاد داری؟ من اینو نمیدانم گفتم نگفتم، کجا از قول من نقل شده، ولی این را گفتم که در طول این 27 سال بیشترین هجمه ها به ولایت فقیه شده. در این 37 سال بیشترین هجمه ها به ولایت فقیه شده، از اول پیروزی انقلاب تا الان. روحانیت رو بعید میدانم که من گفته باشم. بله حتی که ها فراوان بوده، اما این را قطعا گفتم که در عرصه ولایت فقیه شبهه‌ای نبوده که اینا مطرح نکنن، و جالب است که به همه این شبهات هم پاسخ داده شد. آخوند احمد خاتمی همچنین با اذعان به ناتوانی حکومت آخوندی در ایجاد محدودیت برای دسترسی به اینترنت، درباره تلاش‌های شکست خورده‌اش برای تبدیل کردن فضای مجازی به منبر گسترده گفت: عرض کنم که در رابطه با فضای مجازی مدت‌ها بود چند بار تا مرز ورود هم رفتیم، اما پاپس زدیم. احساس کرده بودیم که اون ضرورت بایسته را نداره. کم کم به اینجا رسیدم که فضای مجازی هم یک منبر گسترده است، اما متاسفانه بعضی ها هم هر فضایی که در این عرصه ها باز میشه با فحاشی، با حتاکی میخوان کاری کنن که طرف از میدان بره بیرون. این اختصاصی هم به روحانیت نداره. شاید بگویم 500 صفحه فحاشی و حتاکی، اهانت هایی که در فضای مجازی شد که من شرمم میاد بگم. ماموران جنایتکار نیروی انتظامی در رشت عصر روز جمعه پس از ضرب و شتم جوان دست فروشی قصد دستگیری و بردن او را داشتند که با واکنش شدید خانواده وی مواجه شدند. به دنبال اعتراض خانواده این دستفروش، مردم حاضر در صحنه نیز به کمک او آمده و با این اقدام سرکوبگرانه به مخالفت برخاستند. سه روز پیش نیز ضرب و شتم شدید یک جوان دستفروش در تهران خشم و انزجار مردم را برانگیخت. کارگزاران رژیم در شهرداری و یک سرکرده نیروی انتظامی ناچار شدند برای توجیه جنایت خود به صحنه بیایند. نیروهای سرکوبگر رژیم در وحشت فزاینده از خیزش‌های مردمی از شب تا صبح در خیابان‌ها و محلات شهرهای مختلف به گشت زنی می‌پردازند. از جمله در شهرهای شیراز و رشت از روز جمعه این گشت‌ها شروع شده است. این اکیپ‌ها سواره یا پیاده و 3 تا 5 نفره هستند.
در تهران نیز روز جمعه حضور نیروهای سرکوبگر در خیابان‌ها به طور محسوسی افزایش یافته بود.